سرخط خبرها. Engaging in economic terrorism against Iran. پاسخ وزیر خارجه ایران به اما اگرها درباره مذاکره با آمریکا. ظریف میگوید اگر واشنگتن خواهان گفتگوست باید اول به برجام برگردد. وعده حذف محدودیت در انتخاب وکیل در پرونده‌های سیاسی. معاون حقوقی قوه قضاییه ایران این قانون را ننگین توصیف کرد. اعتراض‌های حزبی و خیابانی به تصمیم دولت بریتانیا برای تعلیق موقت پارلمان. مخالفان می‌گویند این تصمیم مخالف دموکراسی است. و درگیری در یمن بین نیروهایی که سالها در کنار هم جنگیدند. دولت میگوید امارات به سربازانش حمله هوایی کرده. سلام، خوش آمدید به این بخش خبر از تلویزیون فارسی بی بی سی. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران گفته اگر آمریکا می‌خواهد با ایران مذاکره کند باید ابتدا به برجام برگردد و به تعهداتش در این توافق عمل کند. دیروز وزیر دفاع آمریکا از ایران خواسته بود برای کاهش تنش در منطقه پای میز مذاکره بیاید. همزمان رسانه‌های نزدیک به دفتر رهبر ایران ویدیویی از سخنان پارسال او را منتشر کردند. آیت الله خامنه ای در این ویدیو احتمال دیدار رؤسای جمهوری ایران و آمریکا را رد می‌کند. ژیاره گور گزارش می‌دهد. تلاش‌های بین‌المللی برای کاهش تنش بین ایران و آمریکا ادامه دارد. دیروز وزیر دفاع آمریکا از ایران خواست با این کشور گفتگو کند. ما به دنبال درگیری با ایران نیستیم. ما خواهان تعامل دیپلماتیک با ایرانیم. شما گزارش‌های اخیر را دیدید که رئیس جمهور ما بار دیگر خواهان دیدار با رهبران ایران شد تا اختلافات را از راه دیپلماتیک حل کند. اما همزمان وزیر خارجه ایران که در مالزی به سر می‌برد گفت قبل از مذاکره آمریکا باید به برجام برگردد و به تعهداتش عمل کند. تعامل با آمریکا غیر ممکنه. تا زمانی که اونها تروریسم اقتصادی علیه مردم ایران رو متوقف نکنن گفتگو امکان پذیر نیست. به یک جلسه‌ای بروم. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز یکشنبه گذشته گفت او حاضر است با هر کسی در جهت منافع ملی گفتگو کند. اما دو روز بعد هر گونه گفتگو با آمریکا را رد کرد. مسئله دیگه در قضیه سیاست خارجی آمریکاست. امروز رسانه‌های نزدیک به دفتر آیت الله خامنه‌ای سخنان سال گذشته او را دوباره منتشر کردند. سخنانی که مخالفت قاطع رهبر ایران با مذاکره با آمریکا را یادآوری می‌کند. اینی که حالا باز بعضی زمزمه شروع کردن که در حاشیه این اجلاس مجمع عمومی ممکنه مذاکره انجام بگیره، این به طور قطع منتفیه، یعنی معنی نداره چنین چیزی. در حال آقای رئیس جمهور که هیچ، وزیر خارجه و عناصر وزارت خارجه هم همینجور. روزنامه آمریکایی نیویورک تایمز به نقل از یک مقام این کشور از حمله سایبری آمریکا به بانک داده‌های سپاه پاسداران خبر داده. این روزنامه گفته که این داده‌ها برای عملیات علیه تانکرها در خلیج فارس استفاده می‌شده و با حذف موقتی آن قدرت ایران برای این گونه حملات کاهش یافته. از روزی که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا شد گفت که باید در مورد توافق برجام دوباره مذاکره کرد. و مذاکره نخواهیم کرد. اما رهبران ایران هر گونه گفتگو در این باره را رد کردند. آمریکا از برجام خارج شد و تحریم‌های شدیدی علیه ایران وضع کرد. حال ایران می‌گوید که اگر آمریکا به برجام برگردد و تحریم‌ها را لغو کند می‌توان با آنها گفتگو کرد. ژیورگول بی بی سی. میثم بهروش پژوهشگر روابط بین الملل در دانشگاه لند از سوئد با ماست. آقای بهروش، حرفایی که دو طرف میزنن به نظر میرسه که هیچ کدوم از دو طرف حاضر نیستن که هیچ جوری از موضعشون کوتاه بیان. نه آمریکا حاضر تحریم‌ها رو لغو کنه و نه ایران به نظر میرسه که حاضر باشه با این شرایط مذاکره کنه. در این صورت شما امیدی به مذاکره میبینید؟ ببینید، در آینده
ببخشید در آینده کوتاه مدت، نه حتی در دعوا حاشیه اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل هم با این روندی که داریم میبینیم بعید هست دو طرف مذاکره بکنن، هرچند متحدان اروپایی، آمریکا و در واقع طرف مقابل ایران داره تلاش میکنه، در واقع طرف مقابل گفتگو داره تلاش میکنه که یه جورایی هموار بکنن مسیر مذاکره رو. منتها من فقط این نکته رو اضافه بکنم که ایران اگر تا حدی عجله‌ای نمیبینه برای مذاکره در شرایط حاضر، به خاطر اینه که منتظرن انتخابات 2020 در ایالات متحده هم برگزار بشه، چه بسا حالا احتمالش خیلی قوی نیست، ولی چه بسا ترامپ بره و یک در واقع رئیس جمهور دموکرات بیاد سر کار با مواضع متفاوت نسبتا نرمتر. بنابراین من فکر نمی کنم ایرانی ها، طرف ایرانی مادامی که به این شکل تحت فشار هست، تو این بره مذاکره بکنند. دست کم صبر می کنند تا ببینن نتیجه انتخابات چه خواهد بود، به جای اینکه تن بدن به قول خودشون به این فشار و در واقع پای میز مذاکره بشینن. اما این به نظر میرسه که قمار بزرگی باشه، چون حتی اگر آقای ترامپ هم انتخاب نشه، به هر حال تا دولت بعدی بیا سر کار و مستقر بشه و تصمیم بگیره که سیاستش در قبال ایران چه خواهد بود، ممکنه مدت ها طول بکشه. ببینید، قمار بزرگی هست در بلند مدت، مخصوصا برای در واقع ایران. اگر ترامپ نیاد سر کار، حالا این مثلا یک سال و خورده ای رو میشه صبر کرد، یعنی سر کرد اگر این امید وجود داشته باشه که یک سیاستمداری مثلا مثل اوباما یا دموکرات میاد سر کار و تحریم ها رو حالا برمیداره یا کمتر میکنه و احتمالاً برگرده به برجام با شرط و شروطی. منتها بحث دوام نگرانی اصلی اینه که دوباره ترامپ بیاد سر کار و همونطور که آقای ظریف هم گفته احتمالش کم نیست. اون وقت هست که جمهوری اسلامی باید واقعا یک فکری به حال این قضیه بکنه، چون 4 سال دیگه 5 سال دیگه این روند رو ادامه دادن، فکر میکنم اصلا در واقع واقع بینانه نیست. در این صورت شما هدف این پیام هایی که دو طرف به هم میفرستن و چی میبینید؟ مثلا ایران دوباره گفته که پیشرفت هایی حاصل شده و ما میخوایم به فرانسه بریم هفته دیگه که صحبت کنیم. اگر که میخواد منتظر بمونه، دلیل این رفت آمد ها چیه؟ ببینید، ایران امیدواره که مثلا در واقع با قانع کردن فرانسه و از طرف فشار آوردن به متحدان اروپایی، آمریکا رو مجاب بکنه که لااقل یک سری امتیازهایی بده، مثلا این معافیت‌های تحریمی نفت رو برداره و وسط یک فضای ایجاد بشه که در واقع مسیر رو برای مذاکره باز بکنه. ولی از اون طرف هم ما شنیدیم که بولتون و پومپو و در واقع اون ساختار یکم جنگ طلب موضعشون چیه. بنابراین به نظر خیلی خوشبینانه نمیاد این وضعیت. ممنونم ازتون. میثم بهروش از سوئد با ما. عباس عراقچی، معاون سیاسی وزیر خارجه ایران، گفته اگر هر شخص دیگری به جای دونالد ترامپ در آمریکا رئیس جمهوری بود، باز هم از توافق هسته‌ای خارج می‌شد. آقای عراقچی در همایش سازمان اطلاعات و امنیت خارجی ایران صحبت می‌کرد. او گفت که هدف سیاست فشار حداکثری دونالد ترامپ این است که جمهوری اسلامی یا به سمت فروپاشی برود و یا طبق شروط آقای ترامپ به مذاکرات بازگردد. آقای عراقچی گفته پاسخ تهران در مقابل این فشار مقاومت و بسیج حداکثری خواهد بود. محمد جواد ظریف، وزیر خارجه ایران، گفته ایران رسیدگی حقوقی به پرونده کشتی بریتانیایی توقیف شده را با سرعت بیشتری انجام خواهد داد. پس از توقیف نفتکش ایرانی گریس 1 در آب‌های جبل الطارق به دست تفنگداران دریایی بریتانیا، سپاه پاسداران در روز 28 تیر یک شناور بریتانیایی به نام استنا ایمپرو را در تنگه هرمز توقیف کرد. دادگاهی در جبل الطارق چند روز پیش نفتکش ایرانی را آزاد کرد.
وبسایت‌های رصد کشتی‌ها و نفتکش‌ها می‌گویند نفتکش ایرانی آدریان دریای یک احتمالاً دوباره در مسیر بندر مرسین ترکیه قرار گرفته. در روزهای گذشته گمانه‌زنی‌هایی درباره مقصد نهایی نفتکش مطرح شده بود، از جمله اینکه شاید راهی کانال سوئز شود. پیشتر مقام‌های تهران گفته بودند که ایران محموله این نفتکش را فروخته و تعیین مقصد آن به عهده خریدارش خواهد بود. رئیس قوه قضاییه ایران گفته باید صدای کارگران عراق و هفت‌تپه را شنید. ابراهیم رئیسی از روند خصوصی سازی در ایران هم انتقاد کرده. توقف روند خصوصی سازی از جمله مطالبات کارگران معترض به ویژه در کارخانه نیشکر هفت‌تپه و فولاد اهواز بود. در روزهای گذشته دست کم 17 نفر از کارگران هفت‌تپه در دادگاه به شلاق و زندان محکوم شدند. قوه قضاییه ایران میگوید قانون مربوط به محدود کردن وکلا در به عهده گرفتن پرونده‌های سیاسی را اصلاح می‌کند. متهمان جرایم سیاسی و امنیتی در حال حاضر تنها می‌توانند از فهرست وکلای مورد تایید قوه قضاییه وکیل انتخاب کنند. معاون حقوقی قوه قضاییه این قانون را ننگ توصیف کرده و گفته که باعث ایجاد رانت برای بعضی وکلا شده. محمد مصدق گفته ابراهیم رئیسی پس از به عهده گرفتن ریاست قوه قضاییه خواهان تغییر سریع این قانون شده بود. پیام درفشان وکیل دادگستری از تهران با ماست. آقای درفشان، این که معاون رئیس قوه قضاییه میگه که این باعث رانت شده بوده، آیا انگشت اتهام رو داره به سوی آقای عاملی لاریجانی نشونه میره، به خاطر اینکه این باید در واقع این وکیل ها باید از جانب ایشون مورد تایید قرار می گرفتن؟ حقیقت این هستش که سه گروه اینجا مقصر هستن در شکل گیری این مسئله. در درجه اول بحث قوه مقننه و مجلس هست که اصلا یک همچین چیزی به هر حال تونسته ازش خارج بشه. در درجه دوم آیین نامه این مسئله است که توسط قوه قضاییه تدوین شده و یک تعدادی اشخاص رو به هر حال اومد و معرفی کرد، با وجود اینکه آقای لاریجانی تاکید داشت که من خودم هم با این مسئله مخالف هستم، اما ایستادگی نکردم و به هر حال یه همچین لیستی اومد بیرون. و در درجه سوم که ما بارها انتقاد به همکاران خودمون داشتیم این بود که وکلای دادگستری که داخل این لیست بودن، کماکان اینکه یک تعدادیشون از همون ابتدا اومدن و گفتن که ما نمیخوایم داخل یک همچین لیستی باشیم به خاطر اینکه یک همچین ایرادهایی داره. ما این انتظار رو از همکاران خودمون داشتیم که اونها هم از این لیست خارج بشن و با این عمل کرد در اصل بیان و این لیست رو سالبه به انتفاع بکنن و سقوط بکنه، قابلیت اجرا نداشته باشه. هر سه گروه مقصر هست. الان با توجه به اینکه شما خودتون در ایران کار میکنید و پرونده های امنیتی رو هم وکالت کردید، چقدر ممکنه که این تاثیرگذار باشه اگر این قانون اصلاح بشه؟ ما باید با واقع‌بینی به مسئله نگاه بکنیم و ببینیم آیا واقعا دسته‌ای به اسم پرونده های امنیتی وجود دارد؟ بله، وجود دارد. پرونده هایی که حائز نکات امنیتی جدی هست و داخلش اسناد طبقه بندی شده است. اما دو سوال پیش میاد. اول از همه اینکه تا حالا چند بار شده که توسط وکلای دادگستری این اسناد به بیرون منتقل بشه، حالا به هر شکلی، به رسانه، به خارج از کشور، به هر صورتی که ما بخوایم نگرانی داشته باشیم که بار دوم تکرار نشه. این یه مسئله. مسئله دوم این که یک سری راهکارها داخل خود قانون پیش بینی شده که قابلیت کنترل کردن و مدیریت مسائل امنیتی رو داره. یکیش چیه؟ قرار عدم دسترسی به اوراق پرونده در مرحله دادسرا، پاسپورت، هر کجا ببینه که این اسناد فعلا به صلاح نیستش که به نظر وکیل دادگستری متهم برسه، قرار عدم دسترسی صادر میکنه و این اسناد رو وکیل نمیتونه ملاحظه بکنه. دوم اینکه پرونده عملیاتی امنیتی اصلا مجزا هست از پرونده حقوقی، یعنی این پرونده در یک اصلا کلاسه جدایی که زیر نظر تیم‌های امنیتی داره کارهاش انجام میشه، در حال انجام هست که اصلا وکیل بهش دسترسی نداره. پس اساساً این که ما یه همچین نگرانی رو بخوایم داشته باشیم، نه سابقه ای داره که یک اتفاق ناخوشایندی افتاده باشه و همین که قابلیت داشته که بتونن. خیلی از متهمان پرونده‌های امنیتی نتونسته بودن وکیل داشته باشن به خاطر این مسئله. جدا از اون نگرانی هایی که شما بهش اشاره کردید، آیا فکر میکنید که در دوره جدید به چنین متهمانی اجازه بدن هر وکیلی که میخوان انتخاب کنن؟
ببینید الان قانون اصلاح جرم سیاسی هم که اومده تاکید و تصریح داره که باید وکلا بتونن وکلاشون رو انتخاب بکنن. و این چه توالی فاسدی داشته؟ یکی این بحث خودکشی هاست که توی زندان ها اتفاق افتاد. توی جریان بازجویی از دو حالت خارج نیست، یا فشار خیلی سنگینی داره به متهم میاد، یا اینکه یک فردی ممکنه از اشخاصی که جزء این تیم ها هستن به هر حال مرتکب تخلف بشه. چه کسی جز وکیل دادگستری میتونه مراجعه بکنه، این فشار رو تعدیل بکنه، از متهم برداره، آرومش بکنه تو این داستان، و از طرفی اگر تخلف ببینه این رو سریع به مراجع نظارتی گزارش بده که کار کشیده نشه به یک جاهایی که کشور بخواد هزینه‌اش رو بپردازه. امیدوارم اینطور باشه. خیلی ممنونم ازتون. پیام درفشان از تهران. نگاهی بکنیم به سرخط خبرهای مهم روز. وزیر خارجه ایران میگوید اگر آمریکا میخواهد با ایران مذاکره کند باید اول به برجام برگردد. قوه قضاییه ایران میگوید قانون مربوط به محدود کردن وکلا در به عهده گرفتن پرونده های سیاسی را اصلاح میکند. در ادامه برنامه جوانان موتور محرک اعتراض های ضد دولتی در روسیه. مخالفان خروج بدون توافق بریتانیا از اتحادیه اروپا میگویند به تلاش برای جلوگیری از تعلیق یک ماهه پارلمان این کشور ادامه میدهند. تصمیمی که از زمان اعلامش خشم احزاب مخالف و حتی بعضی از همحزبی های بوریس جانسون نخست وزیر بریتانیا را برانگیخته. یکی از رهبران حزب اصلی مخالف دولت یعنی حزب کارگر گفته اجازه نمیدهد آقای جانسون مثل یک دیکتاتور رفتار کند. دولت میگوید تصمیمش قانونی است و مخالفان به دنبال لغو برگزیتند. برنگ تاجین گزارش میدهد. شعار هیچ کس به بوریس رأی نداد روبروی داونینگ استریت محل کار و خانه نخست وزیر بریتانیا. این معترضان معتقدند تصمیم بوریس جانسون برای معلق کردن یک ماهه پارلمان مرگ دموکراسی است. تظاهرات چند صد متر آن طرف‌تر جلوی پارلمان و با شعار جلوی کودتا را بگیرید آغاز شده بود. دولت میگوید هدفش شروع سریع‌تر برنامه‌هایش برای آموزش، امنیت و بهداشت و درمان است، نه جلوگیری از اظهار نظر نمایندگان. این کار کاملا قانونی و درسته. وقت کافی برای بحث درباره برگزیت قبل از 31 اکتبر هست و مجلس میتونه هر نظری بخواد درباره‌اش بده. به نظرم این عصبانیت ساختگیه و ساخته و پرداخته کسانی که نمیخوان از اتحادیه اروپا خارج بشیم و دارن تلاش میکنن نتیجه رفراندوم رو برگردونن، کسانی که مزایای برگزیت رو نمیخوان. تعلیق پارلمان برای برگزاری سخنرانی ملکه است. مراسم خوشاب و رنگی که در آن ملکه برنامه دولت برای معمولاً یک سال آینده را اعلام می‌کند. منتقدان و مخالفان نخست وزیر می‌گویند هدف آقای جانسون بستن راه قانون‌گذاری برای نمایندگان است و آنها برای جلوگیری از خروج بی‌توافق به هر دری می‌زنند. ما از هر راه پارلمانی که بتونیم استفاده میکنیم. اگه لازم باشه سراغ رأی عدم اعتماد بریم، این کار رو هم میکنیم، ولی اجازه نمیدیم بوریس جانسون مثل یک دیکتاتور رفتار کنه. تعطیل کردن مجلس برای اجرای یک برگزیت بی توافق که صدمه شدید و درازمدتی به کشور میزنه، اون هم علارغم نظر نماینده ها دموکراسی نیست، دیکتاتوریه. حتی بعضی اعضای حزب حاکم هم ناراضی اند. در دوران بحران ملی پارلمان باید بتونه جلسه بذاره، از دولت جواب بخواد و مردم گوش و کنار کشور رو نمایندگی کنه. تعطیل کردن پارلمان کاملا غیر دموکراتیکه. جینا میلر، زنی که دو سال و نیم پیش با شکایت به دیوان عالی بریتانیا دولت وقت را مجبور کرد که برای آغاز فرایند برگزیت از مجلس اجازه بگیرد، یکی از کسانی است که می‌خواهد دولت بوریس جانسون را بابت تعلیق مجلس به دادگاه ببرد. کاری که بوریس جانسون کرده اینه که اختیارات ملکه رو دزدیده و ازشون سوء استفاده کرده و اینه که آدمو شوکه میکنه. این روش بزدلانه‌ایه برای استفاده از این اختیارات و عرف قانونی. ولی دولت میگوید منتقدان دو راه بیشتر ندارند. تمام این کسانی که گریه و زاری میکنن میدونن که دو راه برای رسیدن به هدفشون هست. یکیش تغییر دولته و اون یکی تغییر قانون. اگه جرأت یا تدبیر لازم برای انجام یکی از این دو تا رو ندارن، ما طبق نتیجه رفراندوم 31 اکتبر از اتحادیه اروپا خارج میشیم.
مشکل مخالفان برگزیت بی توافق وقت است. تغییر دولت و تصویب قانون هر دو زمان میبرد و دولت با تعلیق پارلمان وقت را تنگ کرده. بهرنگ تاجدین، بی بی سی. دولت یمن امارات را متهم کرده که نیروهایش را هدف حمله هوایی قرار داده. امارات جزو ائتلاف به رهبری عربستان است که در حمایت از دولت یمن با حوثی‌ها و مخالفان دیگر مشغول نبرد است. پیشتر گزارش شده بود که شماری از نیروهای دولت یمن در اثر یک حمله هوایی کشته شدند. دولت یمن دیروز گفت که بخشی از شهر عدن در جنوب کشور را از مخالفان تحت حمایت امارات پس گرفته. این دسته از مخالفان که به جدایی طلبان جنوب مشهور شدند، چند هفته پیش عدن را تصرف کردند. علی سعدزاده، تحلیلگر مسائل خاورمیانه از یونان با ماست. آقای سعدزاده، این حمله های هوایی انتظار میره که بیشتر بکنه اختلافی رو که وجود داره بین امارات و عربستان، دو کشوری که تا حالا چند ساله که در کنار هم جنگیدن در یمن؟ کاملا درسته. بعضی ها میگن این پایان ائتلاف عربستان و امارات هست برای جنگ با حوثی ها. این که الان در عدن چه میگذره دقیقا ما نمیدونیم، ولی دو طرفین میگن که عدن رو در کنترل داریم، ولی خبرگزاری های بیطرف و ناظران بیطرف میگن که در بعضی از محله ها نیروهای عبدالرب و هادی منصور هستن، در بعضی جاها جدایی طلبان جنوب، مثلا فرودگاه در دست نیروهای جدایی طلب هست، در حالی که قصر ریاست جمهوری هنوز در دست عبدالرب و هادی منصور است. ولی همونطور که شما هم گفتید، صرف نظر از این به اصطلاح زد و خورد هایی که در عدن هست، خود این برخورد به اصطلاح نیروهای اماراتی با نیروهای عبدالرب هادی منصور، بعضی ها میگن این پایان ماه عسل امارات و عربستان سعودی در یمن است. در این صورت چه خواهد شد؟ آیا فکر میکنید که الان با وجود اینکه جدایی طلبها فعال شدن در جنوب یمن، ممکنه که یمن به دو پاره تقسیم بشه؟ اینکه خواهانش هستند هم تا حدودی امارات و هم جدایی طلبان، چون فراموش نکنید یمن دو تا کشور بود تا 1990، یه طرف جمهوری خلق دموکراتیک سوسیالیستی یمن در جنوب با همین عدن که پایتختش بود، و در شمال کشور یمن، و در 1990 پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و تغییرات در اروپای شرقی از جمله وحدت دو آلمان، این دو یمن هم دوباره با هم وحدت کردن، ولی جنوبی ها همیشه ناراضی بودن و این اتفاقاتی که با شرایط جدید افتاده و حوثی ها و قزل آزا، یمنی های جنوبی رو هم به این فکر انداخته که ما دوباره برگردیم و اون کشور یمن جنوبی را دوباره احیا بود. نقش آمریکا را چطور می‌بینید؟ یک گزارش‌هایی شده از اینکه آمریکا به دنبال صحبت با حوثی‌هاست. اولین باری نیست که آمریکا داره با حوثی‌ها صحبت می‌کنه، ولی آیا این بار متفاوت خواهد بود؟ اگر که لسکوین کوتاه جواب بدید. مثل اینکه متفاوته، چون اگر به خاطر داشته باشی، چندی قبل نماینده حوثی‌ها در تهران بودن، تهران سعی کرد اینها رو با انجام داد با نماینده‌های اروپایی، چهار کشور اروپایی شرکت کردن، با اونها صحبت کردن، راه حل‌هایی پیدا بکنن. حالا هم آمریکا وارد این روند شده، چون آمریکا هم ظاهرا تشخیص داده که این جنگ به این صورت بی‌نتیجه است، از همپاشگی یمن رو در پی داره، شاید سعی میکنه که از طریق حوثی‌ها یک صلحی ایجاد بشه. ممنونم ازتون، علی سعدزاده، تحلیلگر مسائل خاورمیانه. به دنبال آتش‌سوزی‌های گسترده و پرشمار در آمازون، دولت برزیل حکم ممنوعیت استفاده از آتش برای پاکسازی اراضی را به مدت 2 ماه صادر کرده. ژائر بولسونارو، رئیس جمهوری برزیل، این دستور را امضا کرده. منتقدان در داخل و خارج از برزیل از مدیریت آقای بولسونارو در قضیه آتش‌سوزی‌های آمازون به شدت انتقاد کردند. انتظار می‌رود که هفته آینده تدابیر جدیدی برای مقابله با بحران آتش‌سوزی اعلام شود. سرجیو ماتارلا، رئیس جمهوری ایتالیا، با جوزپه کونته دیدار کرده تا مسئولیت تشکیل دولت ائتلافی جدید را به او بسپارد. توافق دو جریان موسوم به جنبش 5 ستاره و حزب دموکراتیک زمینه‌ساز این ملاقات بوده تا ایتالیا بدون نیاز به انتخابات فوری بتواند دولت جدید داشته باشد.
سهیل شاهین سخنگوی دفتر سیاسی طالبان گفته مذاکرات این گروه با نمایندگان آمریکا شب گذشته تا ساعت 2:30 بامداد ادامه داشته. او ساعتی پیش در توییتی نوشت که مذاکرات دیشب با حضور ملا برادر رئیس دفتر سیاسی طالبان و زلمه خلیلزاد نماینده ویژه آمریکا برای صلح افغانستان شاهد پیشرفت‌هایی بوده. این دور از مذاکرات پنجشنبه هفته گذشته در دوحه پایتخت قطر آغاز شد. مخالفان دولت در روسیه دوباره از مردم برای شرکت در اعتراضات آخر هفته دعوت کردند. موج اعتراض‌ها بر سر رد صلاحیت بسیاری از کاندیداهای مخالف در انتخابات محلی صورت گرفته. دانش آموزان دانشگاه‌های برتر مسکو در این اعتراض‌ها نقش کلیدی دارند. بسیاری از آنها بازداشت شدند و 3 نفرشان هم با اتهام‌های جدی روبرو هستند. اما برخورد شدید دولت با این اعتراض‌ها دانش آموزان را برای اعتراض بیشتر تشویق کرده. سارا رینزفورد از مسکو گزارش می‌دهد. تا حالا چیزی مثل این در دادگاه‌های مسکو دیده نشده. تجمع دانشجویان برای ورود. بعد از بازداشت هم دانشگاهی‌هایشان در اعتراض‌ها، اخیراً برایشان یک کلاس فشرده در مورد قانون روسیه گذاشتند. ایگور ژوکوف یکی از آنهاست. این دانشجوی علوم سیاسی دوره لیسانس در وبلاگش ولادیمیر پوتین را دیکتاتور نامید. ایگور که در اعتراض‌ها بازداشت شده، ممکن است تا 8 سال زندانی بگیرد. حتی افراد سرشناس هم در حمایت از او به خیابان‌ها آمدند. یک رپر مشهور با حضور در دادگاه برای آزادی او پیشنهاد وثیقه داد. اون جوونه، ممکنه کلش داغ باشه، اما معنیش این نیست که باید همینطوری زندانی بشه. جوانها از ابتدا در خط مقدم اعتراض‌های این تابستان بودند. اعتراض‌هایی که در پی ممنوعیت حضور مخالفان در انتخابات محلی شکل گرفت. صدها نفر بازداشت شدند و بسیاری کتک خوردند. بیش از 12 دانشجو هم به شورش متهم شدند. این برخورد خشن بسیاری از دانشجویان را به واکنش واداشت و باعث تشکیل جلسه هایی مثل این در پشت کافه ها شد. این گروه یک مجله دانشجویی را تهیه می کنند که حالا پر از اخبار اعتراض ها و بازداشت ها شده. آنها برای بازداشت شده ها پول و کمک جمع می کنند. بسیاری از آنها خودشان هم مدتی بازداشت بودند. بعد از اینکه دستگیر شدم 2-3 هفته نگه هم داشتن. نمیتونم برم تو خیابون و پیش دوستان باشم. اما هر طور که شده و از هر راهی کمکشون میکنم. دانشجوها تقریبا هر روز روبروی دفتر شهردار تجمع میکنن. این تنها نوع اعتراضیه که میشه بدون مجوز تو روسیه انجام داد. هنوزم ممکنه بازداشت بشید، حتی اگه یه جای اینطوری ایستاده باشید. اما دانشجوها میگن حمایت از کسانی که اونها زندانیان سیاسی مینامن ارزش خطر کردن رو داره. بعضی ها هنوز به کارزار انتخاباتی خود ادامه میدهند، هرچند با حذف نامزدهای اصلی مخالفان هیجان چندانی وجود ندارد. این زن معاون دانشگاهی است که ایگور ژوکوف در آن درس میخواند. از هواداران دولت است، از دانشجوهایش حمایت میکند ولی از اعتراضها نه. ایگور از دادگاهش هم مانند وبلاگش استفاده کرد به عنوان یک سکوی سیاسی. او گفت نمی‌داند که آزاد شود یا نه، اما روسیه آزاد خواهد شد. بعد حرف‌های او در میان دانشجوها پخش شد. سارا رینزفورد، BBC نیوز، مسکو. ممنون که با BBC فارسی همراه هستید.